سلام دوستان عزیزم، روز بخیر. قسمت 15 از سطح آسوای آنس رو در کنار هم دیگه هستیم. دوستان، زمانی که شما میخواد یک چیزی رو در رستوران و یا در یک کافه سفارش بدید برای خوردن یا نوشیدن، فعلی که استفاده میشه بشتلن هستش. در واقع شما سفارش میدید، بشتلن. مثلا در این مکالمه کوتاه ما وقتی که میخوایم سفارش بدیم اینطور میگیم: ایش مشته بشتلن بیته. ایش مشته بشتلن بیته. من میخوام سفارش بدم لطفاً. ایش مشته بشتلن بیته. گارسون میگه گن واس مشتن زی ترینکن. واس مشتن زی ترینکن. ترینکن نوشیدن هستش. شما چی میخواید بنوشید؟ گن یعنی با کمال میل. شما چی میخواید بنوشید که براتون بیارم؟ به این منظور. طرف مقابل میگه اینن آپفلزافت بیته. آپفلزافت در واقع آب میوه سیب هستش. اینن آپفلزافت بیته. یک آب میوه سیب لطفاً. اینن آپفلزافت بیته. پیش خدمت یا گارسون میگه اوند واس موشتن زی اسن. برای ترینکو پرسید نوشیدنی رو، حالا میگه چی میخواید بخورید برای اسن خوردن. اوند واس موشتن زی اسن. و چی میخواید شما بخورید؟ مشتری میگه ایش نیمه دن براتن. مثلا به عنوان مثال میگه که من میخوام یه کباب بخورم، گوشتی که براتن شده. یعنی چی؟ یعنی سرخ شده. ایش نیمه دن براتن. من میگیرم، برمیدارم براتن، گوشتی که کباب شده رو. این یک نمونه ای از بشتل کردن هستش، سفارش دادن است. بعد از اون شما بتسالن باید بکنید، فعلی که برای حساب کردن چیزی که خوردید استفاده میشه. بتسالن حساب کردن اون غذا، نوشیدن یا قهوه‌ای که میخورید. مکالمه ای که میبینید یک نمونه از بتسالن هستش. وقتی میخواید حساب کنید میگید وی مشتن بیت سالن. اینطور به پیش خدمت میگید ما میخواییم حساب کنیم. وی مشتن بیت سالن. ما میخواییم غذایی که خوردیم رو حساب کنیم. گارسون یا پیش خدمت طبق روال فرهنگی اروپا از شما میپرسه که اگر با دوستتون هستید سوزامن اودا گترنت. سوزامن یعنی با هم حساب کنم، یا اینکه گترنت. گترنت یعنی جدا از هم. به این صورت گترنت هستش که هر کس هرچی خورده به صورت جدا پولشون میده. با هم بیرون اومدن غذا میخورن، ولی هر کی پول خودشون میده. اگر که نه، یه نفر پرداخت میکنه گفته میشه سوزامن. پس پیش خدمت میگه سوزامن اودا گترنت، با هم یا جدا. مشتری مثلا میگه سوزامن. سوزامن یعنی با هم حساب کن. گارسون میگه دست مخ 15 یورو. دست مخ 15 یورو. قیمتش، چیزی که باید پرداخت بشه، 15 یورو هستش. دست مخ 15 یورو. مشتری میگه شتیمت زو. درسته. در واقع قبول میکنه و مبلغ رو پرداخت میکنه. برای تاییدش میگیم شتیمت. شتیمت زو. و به این صورت شما پرداخت میکنید. به سالن. حالا یه موقعیت دیگه‌ای که شما باید یاد بگیرید زمانی هستش که یک شکایتی دارید. مثلا به گارسون میگید که براتون چای بیاره، اون رو دیر میاره، سرد میاره و یا اینکه فراموش میکنه. اینجا گفته میشه رکلمیغن، شکایت کردن، انتقاد کردن، رکلمیغن. به مکالمه کوتاه نگاه کنید. انچولدیگونگ، انچولدیگونگ، ببخشید. پیش خدمت میگه یا بیته؟ بله بفرمایید. یا بیته. مشتری میگه ایش هبه اینن میلش کافی بشتلت. من یه میلش کافی، یعنی میلش شیر کافی هم که قهوه، من یه شیر قهوه سفارش دادم. بشتلت حالت گذشته اومد، این کار رو کردم. ایش هبه اینن میلش کافی بشتلت. کاینن اسپرسو. Und keinen Espresso. Ich habe einen Milchkaffee bestellt. Und keinen Espresso. من قهوه همراه با شیر سفارش داده بودم، نه اسپرسو. اینجا در واقع پیش خدمت اشتباه برای مشتری چیزی که سفارش داده رو آورده.
در اینجا هستش که پیشخدمت میگه Das tut mir leid. متاسفم. بابت اون متاسفم. Das tut mir leid. Ich bringe Ihnen sofort den Milchkaffee. ایش برینگه، برینگن آوردن هستش. ایش برینگه اینن، من برای شما میارم زوفات، سریعاً یه قهوه همراه با شیر. این یک نمونه از این هستش که شما به مشکل میخورید و با گارسون در مورد اون مشکلتون انتقاد میکنید، میگی چرا این اتفاق افتاده. رکلمیغن، رکلمیغن انتقاد کردن. همچنین شما امکان داره که به یه مشکلاتی برخورد بکنید که میتونید اینطور از گارسون بپرسید. مثلا شما گوشت خوک نمیخورید. اینجا شما میتونید اینطور بپرسید. به پیش خدمت بگید این شولیگن زیبیته؟ ایس این در زوپ شوینفلش؟ شوینفلش به معنی گوشت خوک هستش. داخل این سوپ گوشت خوک هم هست. در واقع از موادی که داخلش ریخته شده میخواییم بپرسیم که توش گوشت خوک داره؟ امکان داره که گارسون به شما بگه یا بیان که بگه نه این دستش نو گموزه درین. درین یعنی داخلش، سبزیجات فقط داخلش، گوشت خوک نداره. این شولدیگن سی بیته؟ Ist in der Suppe Schweinefleisch? Nein, das ist nur Gemüse drin. یعنی که میخواید بگید مثلا قهوه‌تون سرد شده. میگید Entschuldigung, aber mein Kaffee ist fast kalt. اینجا میخواییم بگیم که تقریبا قهوه سرد هستش. ببخشید اما قهوه من تقریبا سرده. فست اینجا به معنی تقریبا هست. ایست فست کالت. انشولدیگونگ ابا من کافی ایست فست کالت. ببخشید اما قهوه من تقریبا سرده. که پیش خدمت هم عذرخواهی میکنه، میگه دستوت میه لایت و برای شما یکی دیگه میاره. ایش برینگه اینن زوفات اینه نوین، من یه جدید برای شما میارم. پس به این صورت شد وقتی میخواید بگید قهوتون سرده، این شولیگونگ ابا من کافی ایس فست کالت، پیش خدمت در جواب میگه دستوت میه لایت، ایش برینگه اینن زوفات اینه نوین، به شما میگه که من سریعا برای شما یه دونه جدید میارم. یا مثلا داخل رستوران برای شما اون مواد غذایی که آوردن مثل سالاد تازه نیست و مواد اضافه داخلش داره، مثل اینکه مثلا سرکه یا نمک زیاد داره. اینطور بگید فتسین زی، به جای این شولدیگون شما میتونید از این عبارت هم استفاده کنید. فتسین زی در زلد ایس نیش فریش اون اوسادم ایس سو فیل ایسیش درین. ایسیش به معنی سرکه هستش. هم فریش نیست، فریش یعنی تازه. در زلد ایس نیش فریش، سالاد تازه نیست و همچنین چی هستش؟ سو فیل خیلی زیاد درین داخلش اسیش داره، سرکه داره. که گارسون امکان داره که به شما بگه ایش برینگه اینن زوفات اینن نوین. پس اینطور شد فتین زی در زلد ایز نیش فریش اون اوسادم ایز سو فیل اسیش درین. و پیش خدمت میگه دست توت میه لید، متاسفم، ایش برینگه اینن زوفات اینن نوین. پس به این صورت شما در رستوران هم میتونید سفارش بدید، حساب کنید و یا اگر مشکلی داشتید به گارسون یا پیشخدمت بگید. امیدوارم که این درس هم برای شما مطلوب بوده باشه. تا قسمت دیگه خدا یار و نگهدار.